خیلی متشکرم. خواهش میکنم. این چجوری باز میشه؟ خواهش میکنم همه روی صندلی ها بشینین. جای خالی الان هست هنوز. استدعا میکنم بشینید، برای اینکه سکیوریتی اینجا خیلی سفت و سخت اینجا وایستادن و مواظب هستن و به خاطر امنیت خود شماست و که اینا چک میکنن. خواهش میکنم لطفاً بشینید. لطفاً همه دوستانی که در هستند غیر از انتظامات تشویقم بشینید. با تشکر از حضور شما سروران گرامی که قدم رنجی کردید و به این جلسه تشریف آوردید، اجازه میخوام که از طرف هیئت مدیره انجمن سخن به خانم شیرین عبادی، این شیر بانوی صلح و حقوق بشر، خیر مقدم بگم و از ایشون به دلیل قبول دعوت انجمن به رغم برنامه فشرده‌ای که در مسافرتشون داشتن تشکر بکنم و همینطور از اینکه ایشون بدون هیچ چشم داشتی این زحمت رو قبول کردن، چون همونطور که میدونید مشاهیری چون ایشون معمولا برای انجام سخنرانی آناریوم یا یک حق صحبتی رو میگیرن، ولی ایشون داوطلبانه این رو بخشیدن. گرچه اگر هم نمی‌کردن جای دوری نمی‌رفت و ایشون معمولاً اینجور حق الزحمه و حق صحبت‌ها رو در راه کاری که شروع کردند و ادامه دادند و در تداوم اون به کار می‌برند و جای دوری نمی‌رفت. اگر انجمن ما این توان رو داشت که این مبلغ رو هم می‌داد. به هر صورت از ایشون بسیار ممنونیم. از اینجا من باز هم از این نظر متاسفم که ما در راه از این نظر نمیتونیم به کار ایشون زیادتر کمک بکنیم، ولی امیدوارم در بین جمع اینجا دوستانی باشند که به بنیاد و مرکزی که برای دفاع از حقوق بشر و دفاع از زندانیان سیاسی تشکیل شده کمک هاشون رو برسونن و این نقیصه ما رو جبران میکنن. در اینجا اجازه میخوام یک چند کلمه کوتاهی راجع به انجمن سخن به اطلاع دوستانی که خیلی ها چهره های جدیدی هستند و کمتر در جلسات ما شرکت داشتن به اطلاعشون برسونم. انجمن در سال 1998 توسط گروهی از علاقمندان به تحولات ایران و به منظور صرفاً به منظور اطلاع رسانی و انجام بحث‌هایی و تبادل نظر در رابطه با مسائل و تحولات ایران تشکیل شد و انجمن از هیچ در روشش از هیچ گروه سیاسی یا نظر سیاسی خاصی جانبداری نمی‌کنه، ولی تمام تلاشش در اینه که فرهنگ گفتگو و مدارا و تمرین دموکراسی در بین ایرانیان در اینجا به اجرا در بیاد و خدمتی در این راه انجام بده. جزوه کوچکی در بیرون روی میز انجمن هست که خواهش میکنم به اسم آشنایی و کارنامه انجمن که توضیحات بیشتری رو میده خدمتتون. و خوشحالم که بگم این جلسات ما تا حالا بیشتر از 18 جلسه داشتیم. از جمله یکی از این جلسات جلسه ای بود که خانم عبادی 4 سال قبل در لندن مهمان ما بودند و امیدواریم که این هم آخرین جلسه ایشون نباشه و به دفعات متعدد ما ایشون رو در اینجا مهمان داشته باشیم. صحبت از برنامه‌های آینده کردم. برنامه بعدی ما در سپتامبر هست و آقای شفیع کتکنی امیدواریم که بتونن
اینجا تشریف بیارن و مهمان ما باشن و سخنرانی و شعرخوانی بکنن. در اینجا لازمه که از تمام دوستانی که در برپایه این جلسه یاری کردن، از جمله جامعه ایرانیان، کتابخانه مطالعات ایرانی، دوستان امپیریال کالج که خودشون صحبت خواهند کرد و همینطور هنرمندان بدون مرز که در کار انتظامات بخشی به ما کمک کردند، تشکر بکنم. و در این حال به اطلاعتون برسونم تمام کارهای انجمن داوطلبانه از طریق داوطلبان انجام میشه و هزینه های کارهای ما، همونجور که میبینین ما بلیط نفروختیم و معمولا نمیفروشیم، از تنها از طریق کمک دوستان و حاضرین و مدعوینی که تشریف میارن هست تأمین میشه و برخی از پروژه هایی که از منابعی مانند لاتاری اوارد فورال میگیریم که اونا صرف پروژه های خاصی مثل پروژه آموزش کودکان و مثلا سینمای زنان جوان و غیره میشه. به هر صورت اینجا صندوق کمک مالی هست، امیدوارم که شما طبع بلندتون شامل حال انجمن بشه و به دوستانی که بیشتر از 50 پوند به ما کمک بکنن یک ویدیویی از تقریبا 13 برنامه اول انجمن تقدیمشون میشه. من دیگه بیشتر از این نمیخوام، میدونم همه مشتاق صحبت‌های خانم عبادی هستین، وقتتون رو بگیرم، ولی از آقای فرهاد زنوزی مسئول انجمن ایرانیان امپیریال کالج میخوام که چند کلمه‌ای صحبت بکنن. امیدوارم که امشب در حضور خانم عبادی شبی بیادماندنی و انگیزاننده داشته باشیم. متشکرم. با سلام خدمت تمام حاضران عزیز، از طرف انجمن ایرانیان امپریال کالج حضور خانم عبادی و تمام حضار گرامی خیر مقدم میگویم و از اینکه این افتخار رو به ما خانم عبادی دادن که اینجا حاضر بشن و برای ما صحبت کنن خیلی ممنونم. امیدوارم که شب خوبی رو همه دور هم داشته باشیم و از صحبتاشون درس بگیریم. خیلی ممنون، شب خوبی رو داشته باشین. با سلام و خوش آمد به خانم شیرین عبادی، دوستان، مهمانان، خانم‌ها و آقایان عزیز. پیش از هر چیز میخوام از سوی انجمن سخن خواهش کنم ابتدا به احترام قربانیان جنایت وحشتناک تروریستی روز پنجشنبه در لندن بایستیم و یک دقیقه سکوت کنیم.
تشکر برنامه رو ادامه میدیم. اجازه بدین توضیح کوتاهی درباره روال برنامه از این به بعد بدم. اول فیلم کوتاهی درباره خانم عبادی تماشا خواهیم کرد. بعد من با مقدمه باز هم خیلی کوتاه از خانم عبادی خواهش میکنم صحبت کنن. بعد از صحبت خانم عبادی ایشون به هیچ سوال شفاهی پاسخ نخواهند داد. به این خاطر تمنا دارم لطف کنید و سوالهاتون رو کوتاه و خوانا روی برگه کاغذی بنویسید و به متصدیان کنفرانس بدید تا بعد برای ایشون خونده بشه و ایشون پاسخ میدن. خانم عبادی مصرانه خواستن به همه سوالا پاسخ بدن و اگر سوالی رو خوندم که تکراری بود و جواب اون داده شده بود، با اجازهتون از تکرار آن خودداری میکنم. حالا فیلمی درباره خانم عبادی تماشا کنیم. اول احتیاج به آموزش دارد. سیاه مشق باید کرد. با بزرگیش آمو چگونه میتوان کرد. چقدر زیباست در این کشور advocate for human rights in the Islamic Republic of Iran, Shirin Ebadi, laureate of the Nobel Prize for Peace. I call upon the country, Shirin Ebadi, to receive the gold medal and the diploma. Islamic revolution decreed women unfit for the task. Speaking up for the rights of children, pressing for an investigation into the mysterious murder of dissidents. You have vigilantes that come and burn your houses, they come and cut your throat. Mrs. Ebadi defended the family of two Iranian intellectuals who had their throats cut when these vigilantes attacked their homes. But she has... Are you concerned about that? Are you sending a signal to them? میدونم که بیتاب هستید به صحبت‌های خانم عبادی گوش بدید. برای همینم امشب به همت انجمن سخن گرد هم اومدیم که به صحبت ایشون این بعدی هستش. میبخشید. به همین خاطر هم امشب به همت انجمن سخن در اینجا گرد اومدیم که به صحبت ایشون درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و به خصوص وضعیت زندانیان سیاسی و در رأس اون اکبر گنجی گوش بدیم. وقتی 2 سال پیش در زمستان 2003 جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی تعلق گرفت، تنها خود او نبود که سرشار از شادی و سربلندی شد. ما، شما و میلیون‌ها ایرانی و ایرانی تبار از اینکه برای اولین بار در تاریخ 100 ساله اعطای جوایز نوبل یک ایرانی و یک زن ایرانی برنده چنین جایزه فخیمی شده به خود بالیدیم و از اون سربلند شدیم. اما دوران شادی و جشن و سرور و غرور به سرعت سپری شد. ما، شما و میلیون‌ها نفر ایرانی دیگر به کار و زندگی عادی خود بازگشتیم. شیرین عبادی ماند و وظیفه‌ای دشوار، خطیر و بی‌وقفه برگردش. وظیفه‌ای که بدون ذره اغراق با شجاعت، درایت، کفایت و بقایت سنجیده و متعادل بار آن را با طیب خاطر به دوش می‌کشد. در زبان فرهنگ ما صفات تعارفی زیاده به کار گرفته می‌شود. اما بی‌تردید در هیچ یک از صفاتی که برای شیرین عبادی برشمردم جای ذره‌ای تعارف نیست و هر یک از آنها را می‌توان با صفحاتی بلند از سند و مدرک تاریخی ثابت کرد. در زبان انگلیسی به برندگان جوایز نوبل لقب لوریت می‌دهند. معادل فارسی آن را فقط در شعر و تحت عنوان ملک الشعرا داریم. شیرین عبادی را به همین سیاق ملک حقوق بشر یا بشیر حقوق بشر بخوانیم. این شما و این شیرین عبادی.
مرسی مرسی متشکرم. با سلام و خیر مقدم به حضور هموطنان عزیز و دوستان انگلیسی و عرض خسته نباشید به یاران انجمن سخن و انجمن دانشجویان ایرانی. سپاسگزارم از اینکه موجبات فراهم آوردید که من بتوانم با هموطنان عزیزم در اینجا درد و دلی کنم. دو ماه قبل که این برنامه پیریزی شد قرار بود من راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران و در خاورمیانه صحبت کنم و بر همین مبنا پوسترها هم تهیه شد، اما تا آمدن من و برگزاری این جلسه دو حادثه مهم اتفاق افتاد که من ضروری می‌دانم راجع به اونها صحبت بکنم. در ابتدای سخنانم از حادثه اسفبار لندن که چند روز بعد قبل اتفاق افتاد باید اظهار تأسف بکنم، با بازماندگان آن ابراز همدردی میکنم و خصوصا به خانواده هموطن عزیزمون که در این حادثه جان خودش رو از دست داد تسلیت میگم. و همچنین به عنوان یک مسلمان تشکر میکنم از رسانه های انگلیسی، آن رسانه های آگاهی که رفتار غلط یک گروه از مسلمانان را به همه مسلمانان سرایت ندادند و سعی نکردند که از این واقعه یک بحرانی بسازند علیه همه مسلمانان. و از این جهت از اطلاع رسانی صحیح نشریات و رسانه‌های دیداری و شنیداری انگلیسی که آگاه و روشنگرانه به این مسئله نگاه کردند سپاسگزاری می‌کنم و تقدیر می‌کنم. متأسفانه در همه کشورها این چنین عمل نشده. توجه داشته باشیم که خطای افراد را باید از مذهب و تمدنی که به اون تعلق دارند جدا کنیم. اشتباه، ترور و خشونت یک یا چند گروه از مسلمانان را نباید پای اسلام نوشت و در کارنامه اسلام ثبت کرد. اسلام دین ترور و خشونت نیست. مسلم بدانید اگر با نام اسلام افراد بیگناهی را کشتند از نام اسلام سوء استفاده شده. متاسفانه سوء استفاده از مذهب و ایدئولوژی در همه جا دیده می شود. تهجر و بنیادگرایی فقط نزد مسلمانان نیست. امیدوارم با چار اندیشی و درایتی که به خرج داده می شه با تروریسم، تهجر، بنیادگرایی، واپسگرایی در همه جا و نزد همه کس مبارزه‌ای اصولی به عمل بیاد. در اینجا ضروری می‌دانم که یادآور بشم هرچند مجازات تروریست‌ها عملی است مشروع و برحق، اما مبارزه با تروریسم نباید بهانه‌ای بشه برای کاهش آزادی‌های فردی و اجتماعی. مبارزه با تروریسم باید در چهارچوب قواعد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و قطعنامه‌هایی که سازمان ملل متحد در این زمینه صادر کرده صورت بگیره و بس. حکومت‌ها حق ندارند به بهانه حفظ امنیت ملی بر قدرت خودشون بیفزایند و از آزادی‌های مشروع و بر حق مردم بکاهند. و از سوی دیگر
مجازات تروریست ها به تنهایی برای ریشه کن کردن تروریسم کافی نیست. سال هاست که دنیا تروریست ها رو مجازات و محکوم میکنه، اما آیا تروریسم در جهان کاهش یافته؟ مسلماً خیر. با تروریسم باید بنیادین مبارزه شود. ریشه های تروریسم رو بایستی خشکاند و از بین مرد. آنچه که موجب می شود عده‌ای سر به عصیان زنند و آتشی برافروزند که هم خود و هم سایرین را بسوزانند، تعصب است و بی‌عدالتی. تعصب ناشی از جهل، آشنایی با فرهنگ‌ها و دیان مختلف بیگمان راه گشای صلحی پایدار است. و چون اینجا دانشگاهه، باید بگویم که دانشگاه‌ها در این زمینه نقش بسیار مهمی می‌توانند ایفا کنند. یکی از داستان‌های باستان اینطور میگه: خداوند در آسمان هفتم بود و حقیقت آینه‌ای بود در دستان خدا. ناگهان به زمین افتاد، هزاران تکه شد، هر تکه اون به منزلی رفت و هر کس قسمتی برداشت. بنابراین هر کس قسمتی از حقیقت رو داره. من همونقدر حق دارم که شما و شما همونقدر درست میگویید که من. و اگر این فرهنگ رو ما بتوانیم اشاعه دهیم، اون وقت میبینیم که قدرت تحمل همدیگر رو بیشتر خواهیم داشت. من بار دیگر تأسف خودم رو از فاجعه اسفباری که در لندن اتفاق افتاد ابراز میکنم. آرزوی صبر برای بازماندگان دارم و امیدوارم که برای زنده نگاه داشتن نام افرادی که در این فاجعه جانشون رو از دست دادن، دولت انگلیس کمک کنه و به نام اونها، به نام قربانیان، یک مدرسه و آموزشگاه در مناطق محروم و کشورهای کم توسعه یافته تأسیس کنه. بعضی از این قربانیان انگلیسی نبودند و ای کاش به نام خود اونها در کشورشون مدرسه ای ساخته بشه. و بدین گونه است که ما می توانیم معتقد باشیم با تروریسم داریم از راه صحیحی مقابله می کنیم. و اما پایه دیگر تروریسم در بی عدالتی است. ملتی که فریاد رسی نداشته باشه، انسانهایی که چند نسل اونها زیر خط فقر زندگی کردند، مردمی که حاکم بر سرنوشت خودشون نبودند و تحت سیطره دیکتاتورها زندگی می کنند و دنیا به سرنوشت اونها بی توجهه، ممکنه سر به عصیان بزنند و در اثر ناامیدی عقل را فراموش کنند و دست به اعمال خشنی بزنند. کمک برای استقرار دموکراسی در کشورهای استبداد زده، چه استبداد سیاسی و چه استبداد دینی، کمک به استقرار عدالت اجتماعی در سطح ملی و بین المللی، بهترین راه حل برای محو خشونت و تروریسم. و در این حال توجه کنیم که ممالک غربی از نام دموکراسی و حقوق بشر نباید سوء استفاده کنند و اون رو مجوز حمله به کشوری کنند. همچنان که حکومت‌های غیر دموکراتیک اسلامی حق ندارند با سوء استفاده از نام اسلام استبداد فکری خودشون رو توجیه کنند. بهترین شیوه برای کمک به پیشرفت دموکراسی در یک جامعه استبداد زده، مذاکره
و در صورت عدم حصول نتیجه مراجعه به سازمان ملل متحده تا از اون طریق حکومت‌های غیر دموکراتیک و ناقض حقوق بشر را بتوان وادار به احترام به حقوق بشر و دموکراسی کرد و تنها و تنها در این صورته که مبارزه مشروعیت پیدا کرده و قابل دفاعه. جهانی شدن تنها در صورتی یک تحول تاریخی مثبت خواهد شد که بتونه امکان تحقق یافتن صلح جهانی رو افزایش بده و از فقر و نابرابری موجود در جهان بکاهه. ما به نوعی از جهانی شدن نیازمندیم که با برقراری نظارتی بین المللی در کار حکومت‌ها راه استفاده از قدرت رو مسدود بکنن. و ما در اینجا من ضروری می‌دانم قبل از ورود به مبحث اصلی سخنانم از وضعیت ناگوار و خطرناکی که برای یکی از موکلین من آقای اکبر گنجی پیش آمده با شما صحبت کنم. اکبر گنجی خبرنگار شجاع ایرانی به جرم بیان افکار و عقاید خود مبنی بر انتقاد از عملکرد سیاسی حکومت ایران و به بهانه شرکت در کنفرانس برلین به 6 سال حبس محکوم شد. قسمتی از سخنان آقای گنجی را در کنفرانس برلین با هم بشنویم. گنجی به 6 سال حبس محکوم شد. بیش از 5 سال از محکومیت خودش رو صبورانه تحمل کرد، در حالی که اعتقاد داشت حکم صادره غیر قانونی و غیر عادلانه است. او در این مدت توانست کتابی تحت عنوان مانیفست جمهوری خواه بنویسه و از زندان به بیرون بفرسته و در سایت های مختلف اون رو منتشر کرد و این هم البته گناه جدیدی بود برای او. مجموعه اعمال و افکار آقای گنجی باعث شد تا در زندان او روش تبعیض‌آمیزی در پیش بگیرند. زندانیان غیر سیاسی، کسانی که مرتکب قتل شده بودند، مرتکب سرقت شده بودند، قاچاقچیان مواد مخدر، به طور مرتب حق دارند از زندان با خانواده خود تلفنی صحبت کنند، اما گنجی از این حق محروم بود. زندانیان عادی، حتی قاچاقچیان مواد مخدر، به طور مرتب از مرخصی استفاده می کنند، اما گنجی بسیار اندک در طی این 5 سال از مرخصی استفاده کرد، بسیار کمتر از یک جانی و آدم کش. اونها قصد داشتند در زندان که نامش را آموزشگاه گذاشتند گنجی دیگری تربیت کنند، اما سر سوزنی از اعتقادات گنجی تغییر نکرد تا اینکه بیماری آسم او شدت گرفت. داروهایی که استفاده میکرد که غالبا کورتون هم داشت برای او دیگر فایده نمیکرد. من هر بار گنجی رو میدیدم از شدت سلفه کردن نمیتونست به راحتی صحبت بکنه. ضرورت بستری شدن گنجی در بیمارستان پیش آمد. تمامی تلاش های من و همکارانم، یعنی آقایان سلطانی و مولایی، برای اینکه گنجی را در بیمارستان
بستری کنیم متاسفانه به جایی نرسید و گنجی روز به روز حالش بدتر می شد. وقتی که تمام راه‌های مسالمت‌آمیز قانونی طی شد و به نتیجه‌ای نرسیدیم، گنجی ناچار از اعتصاب غذا شد.